نقصدهم از دین الله رو گردانیدن یعنی آن را تعلیم نمیگیرد و موجب آن عمل نمیکند. دلیل این فرموده تعالی است هیچ کس ظالمتر نیست از شخصی که به آیتهای پروردگارش پند داده شد سپس از آن روی گردانید. البته ما از گناهکاران انتقام گیرندگانیم. از دین الله روی گردانیدن یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود الله برای کسی خیر بخواهد او را در دین دانشمند میگرداند و الله برای کسی خیر را نخواهد و آموختن دین الله روی میگرداند و غافل میگردد. الله تعالی فرمود هیچ کس ظالمتر نیست از شخصی که به آیتهای پروردگارش پند داده شد سپس از آن روی گردانید. البته ما از گناهکاران انتقام گیرندگانیم و مجرمان اهل آتشند و به الله پناه میبریم. حکم روی گرداندن اگر به شنوایی و قلبش که از رسول الله صلی الله علیه و سلم دوری کند به این صورت که او را نه تصدیق کند و نه دروغگو شمارد و نه او را دوست دارد و نه دشمنی کند و به آن چی آمده است البته گوش نکند پس او کافر کفر اکبر است و از دایره دین خارج است. الله تعالی می فرماید و چون به آنان گفته شود به سوی نازل کرده الله یعنی قرآن و رسول بیاید منافقان را می بینی که از تو کاملا روی می گردانند و فرمود و کسی از ذکر پروردگارش روی گرداند الله تعالی او را به عذاب سخت گرفتار می سازد. خاتمه مؤلف در همه این شکننده ها فرق بین مسخره کننده، جدیت کننده، ترسنده نیست و غیر شخصی مجبور کرده شده. به همه این شکننده از بزرگترین خطرها هستند و بسیارتر مردم در اینها واقع می شوند. پس برای مسلمان سزاوار است که از آنها پرهیز نماید و از واقع شدنی در آن بترسد و الله تعالی از سببهای برانگیزنده غضبش و عقاب در نوکش پناه میبریم. و صلی الله و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه و سلم. در همه این ناقصها فرق نیست در بین هزیل کننده، جدی کننده و ترسان. هزیل کننده یعنی مسخره باز، کسی از که ناقصی را انجام میدهد سپس دعوا میکند که هزیل کرده است. جدی کننده کسی است که ناقص را قصدن انجام می دهد و عذر ندارد. ترسان کسی است که از روی دروغ دعوا می کند که این ناقص را از ترس ضرری که در مالش یا آبرویش می رسید انجام داده است و برای چیز مجبور کرده نشده است. الله تعالی می فرماید و از مردم کسانی هستند که می گویند به الله ایمان آورده ایم. پس هنگامی که در راه الله آزار بیند آزار مردم را همچون عذاب الله به شمار می آورد و اگر پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید حتما می گوید به راستی که ما نیز با شما بودیم. آیا الله به آن چی در سینه های جهانیان است داناتر نیست؟ اکراه مجبور کردن کسی در انجام ناقصی از ناقصهای دین مجبور کرده شد کافر نمی شود و شرطهای مجبوری که با آن معذور دانسته می شود شرطهای زیرین است. شرط یکم در حقیقت مجبور باشد پس غیر مجبور معذور دانسته نمی شود مانند ترس یا خوش آمدگو. شرط دوم این که از حد نگذرد پس هرگاه مثلا بر دشنام نفری که به سبب دشنام از شخص کافر می شود مجبور کرده شد پس از یک نفر زیاد را دشنام داد پس این کفر است زیرا او به دشنام یک نفر مجبور کرده شد. شرط سوم به اندازه تواناییش اعراض نماید و کفر را آشکار نگوید. چهارم قلبش مطمئن به ایمان باشد یعنی با زبانش بگوید با همراهی باقی ماندن ایمان در قلبش. پنجم این که بر آن چیزی که مجبور کرده می شود در آن بر حق دیگر تجاوز کردن یا فساد کردن نباشد یا به سبب آن گمراهی مردم نباشد. تنبیه های مهم یکم مقصد مؤلف به این کتاب کافر حکم کردن امت نیست
و البته مقصد او این است که مردم آن را تعلیم گیرند، پس از آن حذر کنند و بترسند. پس هرگاه از آن بترسند ایمانشان صحیح می شود و از عذاب دردناک نجات می یابند. همچنان بر آنان شایسته است که دیگران را از آن حذر دهند. آن خطر بزرگ است، سزاوار است که تعلیم گرفته شود پس از آن پرهیز کرده شود. دوم، ترس مسلمانان از شرک و آموختن علم شرعی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله برای کسی خیر بخواهد او را در دین دانشمند بگرداند. پس فقه در دین و واجبترین و بزرگترین واجب هاست. به سبب آن انسان خودش را از شرک، بدعت و معصیت ها نگه می دارد و هر قدر معرفت انسان به پروردگارش زیاد شود، همان قدر مراقبه او برایش در کردار و احوالش زیاد می شود و هر قدر علم انسان بالا رود، هر قدر اخلاص او برای الله زیاد می شود و ایمانش کامل می گردد. بعضی اهل علم گفتند علم را برای غیر الله طلب کردیم، پس انکار کرد مگر که برای الله باشد. سوم، کافر حکم کردن شخص معین جایز نیست مگر بعد واقع شدن او در ناقضی که همین ناقضها و قائم شدن حجت بر او و مانعی تکفیر از او نفی شود. و کسی که حکم به کفر میکند حاکم مسلمانان است یا نائب او، یعنی قاضی و کسی که در مقام آنهاست. اما برای عامه مردم شایسته است که در مانند این امور رو نروند. چهارم، مؤلف کتابش را به دعا ختم نموده میگوید به الله از برانگیزنده های غضبش و عذاب دردناکش پناه میبریم و این از قصد نیک و نرمیش برای خواننده است و این عادت او در همه کتابهایش است. الله او را رحمت و مغفرت کند و او را ثواب زیاد بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.